باور اندیشکده. امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و آبروی انسان حکم می کند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشد. اندیشکده آگاهی و شناخت بر این باور است که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت می باشد و آزادی سخن مهمترین و نخستین وظیفه دولت است. سلام میکنم به آقای لادن، بهشون خوش آمد میگم و این شما، این بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم. آقای لادن، به دوستان گفتم در قسمت اول برنامه که اگر بشه و شما نخواهید درباره موضوع دیگه ای صحبت کنید، چون شما مهمان هستید و شما تصمیم میگیرید برای برنامه‌تون، چون من قبلا درباره آموزش پروری صحبت کردم و گفتم که ممکنه از آقای لادن بخوام درباره پرورش صحبت کنم، اینو یه مقدار برای ما توضیح بدید. آیا به نظر شما هم این پرورش غایب بود در سیستم آموزش پرورش ما یا من خیلی سخت گیری میکنم؟ بفرمایید. درود بر شما و درود به بینندگانتون. قبل از اینکه بریم به آموزش پرورش، فراموش نکنید که راجبه مهمان صحبت کردین. تو ایران میگیم مهمان خر صاحبخونه است. و ما در مورد آموزش و پرورش فکر کنم که بد نیست یه چی میگن یه پای ریزی بکنیم، یه چند تا مطلب رو با هم دیگه مرور کنیم و بعد بریم روی اصل پرورش. و اون اینه که در مورد اهمیت و نقش کتاب در آموزش و اهمیت و نقش مادر در پرورش یک نگاه اجمالی میتونه کمک بکنه. نخست اینکه ببینیم چه کتابهایی در تاریخ بشر، در سرنوشت بشر نقش داشته. اون خودش نشون میده ارزش کتابو. برای مثال بیل دورانت که یک پژوهشگر و تاریخ شناس بود، نقل قول در... آیا صدا درسته؟ بله، اینجا صدا میاد. اگه اونجا صدا برمیگرده شما میتونید موقعی که صحبت میکنید به اصطلاح اون میکروفون چی رو ببندید، اون اسپیکرتون رو ببندید، ولی اینجا صدا خوبه. بفهم. اوکی، اسپیکر همه اسپیکر دارم اینجا، نمیدونم. آره، نه، ما که هر روز این کار انجام میدیم، اسپیکری داریم که هنوز مثل اسپیکرهای قدیمی پیچ رادیو داره، میتونیم صداش کم و زیاد کنیم. اتفاقا قبل از شما به دوستان گفتم که برای مصاحبه‌های اینجوری از طریق اسکایپ بهترین کار اینه که شما که اون طرف هستید از این گوشی ها استفاده کنید، گوشی های تلفن و اینها. بله بله، ولی صدای شما باشه. من دو سه بار ازتون پرسیدم میخواین گوشی بذارم؟ نه، صدای شما کاملا خوبه و اون پژواکی که هست گهگاه به خاطر اینکه اینجا چون هیچکس صحبت نمیکنه توی به اصطلاح میکروفون اسپیکر دور میزنه اون صدا. من اینو الان کنترل میکنم. بفرمایید. سپاسگزارم. داشتم راجع به ویل دورانت میگفتم که میگه اوستا کهن‌ترین کتاب دینی در 21 جلد نوشته شده بود که این مجموعه از سروده ها و چیزهای دیگه، و میگه از این 21 جلد یک 21 جلد هم کپی کرده بودن که اگه یکیش از بین رفت یکیش باشه. زمانی که اسکندر حمله میکنه به ایران 21 جلد سوخته میشه و داستانی که میگن این فقط یه نقل قوله که 21 جلد دیگر رو میبرن به یونان و ترجمه میکنن، استفاده میکنن و باعث میشه علم و دانش در یونان شکوفا بشه. حالا این اگر افسانه است یا داستانه دیگه من نمیدونم. ویل دورانت 11 جلد
کتاب نوشته در این مورد که به نام داستان تمدن بشر، هر جلدش 20,000 برگ هست و اسم کتاب چون انگلیسی The Story of Civilization. کتاب مهم بعدی که باز دوباره در بشر نقشی داشته کتاب تورات یا بعضی میگن تورا هستش که مال یهودیانه. پس از اون کنفوسیوس نوشته ها و گفته هاشه که هنوز در چین مورد استفاده است و 6 قرن پیش از مسیح زندگی میکرده. و بعد میرسیم به مسیح، درس ها و اندیشه های مسیح که در انجیل هست، و بعد هم میرسیم به قرآن. اگر گفتگویی نمیخوایم بکنیم من میتونم اینو ادامه بدم. بله بفرمایید، من دارم گوش میدم. و اون ماجرایی که کتابا گم شد و حالا هرچی اونا دارن از ما داریم، خب اینو من فکر میکنم این همون داستان ایرانی هاست و جوک ها ساختن که هی میگفتن فلانی مثلا این بوده و اینا، بعد میگو که خب پس بگو حضرت آدم هم این بوده، میگو بله اول اون بوده بعدن آدم شده. حالا اینو ربطش نمیدم چون بعد بله. هم در همین من میگم من نمیدونم که چقدرش افسانه است و اصلا حقیقت داره یا نه. بله. اما رابطه ما ایرانی ها با کتاب بسیار جالب، میخوام چند تاشو با هم دیگه بکنیم. یکیش کتاب سوزاندنه، یکیش یک کتابی بودنه، و اون مهمترینش کتاب نخواندنه، و اینکه کتاب حتی برای خیلی از میهنانمون نقش دکوراسیون داره و دکوراسیون شخصیت آور. در مورد کتاب سوزاندن چند تا داستانی که میتونه جالب باشه. اولیش مال زمانی که سعد ابن وقاص که سردار عرب بوده و با کمک چند تا ایرانی وطن فروش میتونه بیاد مدائن رو تسخیر کنه، میبینه که یک کتابخونه بسیار بسیار بزرگ و عظیم هست با 10,000 جلد کتاب و نمیدونسته چی کار کنه و نمیخواسته خود سر کاری بکنه. یه نامه مینویسه به عمر ابن خطاب و میگه برای من تعیین تکلیف بکنه، میخوام پاسخ عمر ابن خطاب رو برای بینندگانتون بخونم. عمر میگه که همه آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در کتاب ها هست سبب راه نماییست، خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راه نماتر است، و اگر در آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آن در امان داشته. به همین دلیلم سعد بن وقاص دستور میده که کتابا رو به آب میریزن و آتیش میزنن. و باز اینجا یه دونه داستان و افسانه هست که میگن 40,000 شتر رو بار میکنن و میبرن میریزن به دجله و فرات و 40 سوان روز در مدائن کتاب میسوزوندن. و کسانی که بخوان در این مورد مطالعه کنن کتاب دو قرن سکوت. 40,000 شتر و 40 شبانه روز. حالا خودتون واقعا از لحاظ جمعیت 1400 سال پیش بریم عقب، ایران رو در نظر بگیری، جمعیت ایران چند نفر بوده و اینا از یک کتابخونه 40,000 شتر کتاب. آخه این دوستمون آقای کیه؟ 23 اینا آقای میرفتروس نوشته. کی نوشته این کتابو؟ نه این ماله دو قرن سکوت، ماله زرین کوبه. آها اینا ببینید، متاسفانه شما یه نکته خیلی خوبی رو گفتی دوستان آقای لادن، و من اجازه دادن که داخل صحبتاشون صحبت کنم، چون بعضی از دوستان ناراحت میشن میگن چرا نمیذاری ایشون صحبت کنه. ببینید شما خیلی قشنگ گفتید کتاب سوزاندن، حتی مشکل کسروی هم همین بود، کم خواندن، نخواندن، اینا همه رو ما قبول میکنیم، ولی یه دفعه میایم اینجا میگن 40,000 تا شتر بار زدن 40 شبانه روز. از خودمون سوال کنیم، از اون ور میگیم این اعراب پاپتی به ما حمله کردن، بعد از این ور میگیم فقط برای کتاب سوزاندن ما 40,000 تا شتر آوردن.
خب این ببخشید ها، این 40,000 تا شتر باید یه جایی طویلهی استبلی جایی، بعد 40,000 تا چی میگن ساربان میگن چی میگن به اینا. آخه من نمیدونم اون کسی که اینو نوشته، این آقای زرین کو، فکر نکرده که یه زمانی یه سوربی یه دفعه این دنگش البته زرین کو داستان 40,000 تا رو ننوشته، اینو به صورت چیز دراش میگن، میگن اینو اینطوری گفته، ولی زنیکوب توی دو قرن سکوت اونو نگفته. زنیکوب راجع به کتاب سوزی و دستور عمر نوشته. بله آخه همین حدیثا هست که درست. پدر ما رو در آورده. من با یه شاعر با یه شاعر دیروز صحبت کردم، در ضمن که من 100% با شما هم اندیشه هستم که ما خیلی مسائل از حد خودش بیرون میکنیم، ولی در ضمنم کتاب اون موقع برای مردم نبوده که کتاب بخونن. کتاب هم مثل یه ثروتی که پادشاه ها و فرمانده ها جمع میکردن، اونا هم جمع میکردن. دیگه بدتر دیگه بدتر شد، چون اگه میگفتیم برای مردم بود 40,000 تا بودنش رو به اصطلاح جستیفای میکرد، توجیه میکرد، ولی حالا که میگیم فقط بزرگان، دانشمندان، علما کتاب داشتن، آقا هر کدومشون 4 تا کتاب داشته، خب میدونیم یه نفر مثل ابو علی سینا فقط اون کتاب قانونش رو شفا و فلان اینا 8 جلد 10 جلد 20 جلد اینا هم بوده، ولی اینجوری هم نبوده که ما توی یه کتابخونه 40,000 تا داشته باشیم بعد اینقدر سیستم قشنگی داشته باشیم که ببینیم این فلانی نامه نوشت به عمر، عمر نامه رو برگردون، کپی دوتاش هم داریم، تازه اگه بخواین الان کپی هم میزنیم رو فیسبوک، از روز اولش هم خواناتر، بعد با این توضیحات کامل. یا اون نامه‌ای که مثلا یزدگرد به کدومشون نوشته بوده بگید که بله به باز به عمر گویا که ما از شما بله. آخه اینا میدونید اینا هست که یه مقداری اشکال ایجاد میکنه و اون وقت اون چیزایی هم که قابل باور و درست هست میبره در حد حدیث. اصلا این حالا دین اسلام حدیث خرابش کرد هیچی، این دوستان دارن تاریخ ایران رو هم با همین حدیث و آقا من یه جایی شنیدم، ما اصلا قبل از این که همه تلفن داشته باشن ما تلفن های بی سیم داشتیم، دلیلش چی؟ برای که سیم نمیبینی؟ آه این خراب میکنی؟ لبخندی میزن آقای لادن، ببخشید من ساکت میشم، بفرمایید. خواهش میکنم، اتفاقا درست میگین شما. ما این با این جور بزرگ کردن مسائل، قلوب کردن، حتی داستان سرای درو گفتن، اعتماد و اعتبار اعتماد از بین میبریم و به اعتبار اعتبار خودمون لب نمیزن. یعنی موقعی هم که میخوایم یه حقیقتی رو بیان کنیم یه کسی تعبیر نمیگیره. قصه دوم یا داستان دومی که راجع به کتاب سوزی میخواستم بگم، راجع به میرزا حسن خان تبریزیه که مشهور بود به رشدیه، در حدود 150 سال پیش در بیروت تحصیل میکنه، در تفلیس تدریس میکنه و بعد برمیگرده به زادگاهش تبریز و یک مدرسه به نوع نوین و جدید درست میکنه، به بچه ها الفبای فارسی ساده درس میده، براشون یک کتابخونه درست میکنه و کتابخونه بزرگ میشه که مردم محلم بتونن استفاده کنن، ولی مورد لعن و توهین و حمله جامعه روحانیت قرار میگیره، مدرسه رو میبندن و کتابا رو آتیش میزنن. قصه بعدی راجع به حسن تقی‌زاده است که یه دو خط نوشته است براتون میخونم. میگه که در انقلاب مشروطیت پس از تخریب مجلس شورای ملی اول و حمله اشرار به سرکردگی شیخ فضل الله نوری، کتابخانه و کتاب فروشی سوزانده شد و به غارت رفت. این از کتاب زندگی طوفانی. و راجع به یک کتابی بودن میگن که میدونین که امام جعفر صادق ادعا میکنن که یک فیلسوف و یک نابغه بوده، ایشون میگه فقط یک کتاب برای خواندن، مطالعه کردن، به کار بستن میشناسد و میپذیرد و آن قرآن است. حالا من نمیدونم کسی که فقط یک کتاب خونده فیلسوف عمشه یا داستان چجوریه. من همون موقعی که شما گفتید کم خواندن و کتاب سوزاندن و نخواندن،
میخواستم بگم اونایی که فقط یک کتاب و باور دارن از این ستا به اصطلاح خطرناکترن. ضمناً امام جعفر صادق باز طبق همین حدیثا گفتن که انقدر دانش داشته که وقتی ازش سوال میکنن خورشید شب کجا میره، میگه میره پشت کو توی لجنزاری دوباره فردا میاد بیرون. یه چیزی شبیه به این. حالا دیگه همین این نشون میده که چقدر دانش داشته. بعد تازه فکر کنم تمام کتابای مذهبی همشون باور بر این دارن که کره زمین کره نیست، گرد نیست و فلت یا به اصطلاح مسطح است. به همین خاطر اون آقای کی بود بنده خدا رو میخواستن بسوزونن که گفت بابا غلط کردم شما درست میگین، گالیله بود نه؟ گالیلیا. بله. در صورت اینم از این ماجرا. ضمن شما چون یه نکته‌ای رو گفتید راجع به مهمان و صاحب خونه و این رایج هست بین ایرانی‌ها که میگن مهمون خر صاحب خونه است. من سالها پیش وقتی که تو ارتش بودم رشته مخابرات قسمت تخصصیم بود خوندم و اونجا به ما یاد میدادن، چون چیزا رو کوتاه می‌نویسن تو ارتش خیلی سعی می‌کنن هنوز تلگرافی یعنی 40 سال پیش صحبت کنن، به ما گفتن که مواظب باشید کجا نقطه میذارید، مواظب باشید کجا ویرگول کاما میذارید، کجا خط فاصله میذارید. آقای احمد شاملو هم وقتی اومده بود کالیفرنیا گفت که ما عادت کردیم دیگه هر جا درون بخواد هر چی میذاریم و خوندنمون غلط میشه. دوست عزیز، خواندن صحیح این جمله این هست: مهمان آقای لادن خر صاحب خونه است. بفهم. راجب ویرگول و اینا هم یه داستانی هست که حتما شنیدین که میگن که یک پادشاهی یک جمله رو می نویسه میده دست قاصد که ببره بده به رئیس زندان. اگه راجب اعزام و اعدام هست همینه که تو مخابرات به ما یاد میدادن. من چون درستش رو ندونه. بفهم. بگید که رئیس زندان اینو می خونه عفو لازم نیست، اعدامش کنید. بله. در صورتی بوده که اعدام نیست، لازم نیست اعدام باشه. همینه تو ارتش به ما یاد میدادن، من بلد نبودم، اینجا نوشتم اعدام نه اعزامش کنید، اینجا نوشتم. بله، خیلی خوشحالم وقتی با شما صحبت میکنم. همیشه گفتم به پتیکم میگم یه برنامه‌ای که هم خسته کننده نیست مثل یه کلاس درس باشه، همین که آدم بعدش میبینه یه چیزایی یاد گرفته و مغزش رو چند روز همینجوری به فکر میندازه. از این بابت من از شما ممنون و متشکرم. یک نکته ای هم شما گفتید که ما آموزش در مدارس، پرورش به توسط مادر، حالا یا احیانا پدر، دلیلش مادر چون مادر تو خونه بوده اون زمان و پدرها معمولا کار میکردن. خب این ادامه پیدا کرد یا به خاطر صنعتی شدن کشور و اینا از بین رفت و الان وظیفه آموزش به عهده کی هست؟ پرورش به عهده کی هست؟ اتفاقا یه چیزایی در این مورد بر خودم نوت گذاشتم و میخواستم میتونم الان یه مقداری رد کنم برید به اون. نه، میخوام به همون ترتیبی که به اصطلاح نوشتید بگید که سرکلافه کارم از دست شما بیرون نره. کمک میکنه اگر طوری بریم جلو، چون یه چیزایی رو مثلا فرستان راجب امام جعفر صادق گفتیم، حالا میخوام راجبی که از امامای مسیحیت به نام توماس اکیناس، یکی از مقدسین مسیحیته و 7 قرن پیش زندگی میکرده، میگه که من یک فرد یک کتابی هستم. یعنی اینم اینجا نشون میده که حساب مسلمان و مسیحی نیست، حساب اینی که مذهب طرفدارانش رو یه بودی میکنه. و اما راجع به ارزش و اهمیت کتاب خواندن 2-3 مثال کوچیک بکنم کمک میکنه. اولیش اینه که پتر کبیر که در حدود 330 سال پیش رهبر روسیه بود و تاریخ شناسا اونو یک نابغه دوران خودش میدونن، این به کتاب و کتاب خواندن علاقمند و دستور میده کتابای اروپا رو جمع‌آوری میکنن، به زبان روسی ترجمه میکنن، یه تعداد زیادش خودش میخونه و بعد دستور میده که کتابها رو همه رو چاپ کنن و در دسترس مردم بذارن که مردم بتونن از دانش آگاه بشن. خب این و میبینیم که روسیه اون موقع میشه آقای جهان،
و نقش کتاب در اینجا خیلی بزرگه. در حدود 30 سال بعد از پتر کبیر، رشید پاشا، که یه عده‌ای میگن رشید پاشا پتر کبیر ترکه، در ترکیه عثمانی هست و ایشون با امیر کبیر آشنایی و نامنگاری داره و از حال و سرنوشت هم دیگه با خبرن و به کتاب و کتاب خوندن خیلی اهمیت میده. کتابخونه در ترکیه به وجود میاره، دانشگاه به وجود میاره و میگن پدر تحول در ترکیه است. الان گفتم امیر کبیر، بعد نیست که راجع به اونم دو سه تا جمله بگم. و اونی که امیر کبیر 3 سال و 3 ماه نخست وزیر بود در ایران و تونست یک دگرگونی بسیار عظیمی در ایران به وجود بیاره، یک تحولی به وجود بیاره و پایه‌گذار تغییر و تحول میشه گفت، پدر اصلاح طلبانه و در ایران روزنامه منتشر میکنه، یه عده از ایرانی ها رو به اروپا میفرسته برای تحصیل و یک کارهای بسیار مهمش ساختن و برپا کردن دارالفنونه. و این دو سه تا داستان از کتاب امیر کبیر و ایرانه. اینجا دوست داریم چیزی اضافه کم بکنی یا ادامه بدیم؟ یکی از دوستان روی فیسبوک به نام آقای محمد رجبی نوشتن که با سلام به آقای سوربی عزیز، لطفاً با آقای لادن گوش زد کنید. البته من تاریخ‌دان نیستم، اما مردم ایران به قدری از ستمکاری مغ‌ها، هربودها و معبدان اینجوری بنویسی میشه معبدا، معبدان جان به لب رسیده بودن که خودشان در مراحل اولیه حمله اعراب به ایران که وعده برابری و برادری میدادند، حتی در این کتاب سوزی هر آنچه از گذشتگان تاریخ ایران چون رابطه با مذهب زرتشت داشته همکاری کردند. اون کتابخانه که ایشان فرمودند هم در جندی شاپور بود که زمان خود بزرگترین دانشگاه خاور نزدیک در آنجا وجود داشت و اعراب به قدری کین توزانه به فرهنگ ایران رفتار کردند که این دانشگاه عظیم نه تنها کتابهایش بلکه بناهای آن را نیز نابود کردند، به طوری که امروز آثاری از این دانشگاه وجود ندارد. مرسی از شما و آقای لادن عزیز. بفرمایید آقای لادن. من قصدم این نیست که مشغول گفتگو بشم با بینندگانتون، ولی یک توضیح کوچیکی که خدمت ایشون بدم. در زمینی که ایشون درست میگن که ایرانیا از دست سلطنت و از دست معبدان به ستو در اومده بودن، به ویژه از این که در اون زمان، در زمان یزدگرد سوم، دین و مذهب کاملا شبیه زمان صفویه با همدیگه ادغام شده بود و به همدیگه نون قرض میدادن و مردم در کمال بدبختی و ذلت زندگی میکردن و اینی که مردم آماده پذیرفتن این اندیشه برادری و برابری بودن، ولی یک عده از ایرانی ها در مدائن چون انقدر دفاع کردن که عرب مستحصل شده بودن و آماده بودن که برگرد. شبانه یک عده از ثروتمندان و قدرتمندان منطقه میرن بیرون و به اونا خبر میدن که ما میتونیم شما رو راهنمایی کنیم که بیاین تو و برفرض قول بدین که به زندگی و به مقام و تشکیلات ما کاری نداشته باشیم. از این رو من اونا برای دوستان اعلام کردم. و اما یک نگاه بکنیم به این داستان کتاب نخوندن و اینکه برای بعضی ها دکور شده. یونسکو پس از تحقیقاتی در ایران اعلام میکنه که ما ایرانیان کمتر از 10 دقیقه در روز صرف خواندن روزنامه و کتاب کنیم و در یک کشوری که 82 میلیون جمعیت داره وقتی یک کتابی نشر میشه 300 نسخه، 500 نسخه، 1000 نسخه از اون چاپ میشه و تازه مقدارش هم رو دست ناشر و توی کتاب فروشی ها میمونه. یه عده‌ای هم که کتاب می‌خرن کتاب خون نیستن و کتاب رو به صورت دکور در منزلشون استفاده می‌کنن و جستشو می‌گیرن.
یعنی کاملا درک میکنن که اگه جزء کتاب خونا باشن یک آبروی حیثیتی دارن، ولی به خودشون زحمت خوندن و آموختن رو نمیدن. چیزی که جالبه اینه که طی 15 سال 20 سال گذشته واقعا یک انقلاب عظیمی در تکنولوژی به وجود اومده و در حال حاضر در دسترس همه مردم دنیا یک اقیانوس از اطلاعات و اینفورمیشن وجود داره، دانش وجود داره برای کسانی که بخوان ازش استفاده کنن به صورت اینترنت. اینه که نقشی که الان شما جناب سوربی و تلویزیون مردم بازی میکنه بسیار بسیار ارزنده و مهمه، که یعنی در بیداری و آگاهی دیگران چقدر تلاش میکنیم و امیدواریم که ادامه پیدا کنیم. در مورد این نقش تلویزیون یه داستان کوتاهی رو خدمت بینندگانتون بگم. این مال اواخر دهه 60 توی آمریکاست که پیش از تعطیلات کریسمس و ژانویه، در حدود 3 یا 4 هفته پیش از اون تعطیلات، هر روز روزی 10 بار چند تا فیلم کوتاه نشون میدادن که از تصادف‌های حقیقی در جاده و خیابون بود، و بعد یه دونه از اون فریم ها رو، یه دونه از اون عکس ها رو همینجوری نگه می‌داشتن و با صدای بسیار ملایم و پدرانه یا مادرانه میگفتن که همیهنان عزیز، لطفاً برای حفظ جان خودتان و دیگران ملاحظه رانندگی کنید. این گذشت، تعطیلات اومد و رفت. بعد در دو هفته بعد از تعطیلات یه آماری دادن بسیار بسیار جالب، و اون این بود که در بعضی نقاط از 27.1% تا نزدیک به 30% از تصادف ها کاسته شده، و این پیامی که با این فیلم ها می دادن اینقدر روی اشخاص تأثیر گذاشته بود. من خیلی ممنونم از شما، چون با بعضی از دوستان که صحبت میکنیم وقتی شکایت و گله میکنن از اینکه ایرانی ها اهل کتاب نیستن، میگم خب ببینید، قرار نیست هر کاری آخونده میکنن ما بهشون فقط فوش بدیم. شما ببین این آخونده در طول تمام زندگیشون که معمولا همه 80-90 سال عمر میکنن یه دونه کتاب مینویسن، این کتاب هم کپی از کتاب قبلی مال استادشون، ولی چه کار میکنه؟ الان اومده یاد گرفته که آقا یه چیزی به نام تلویزیون هست، به نام رادیو هست. من یادم همون اوائل انقلاب این آقای قرائتی و دیگران اومدن و تلویزیون رو اصلا مصادره خودشون کردن و درس میداد، بچه ها رو مشغول میکرد و قشنگ دارن ازش استفاده میکنن. ولی متاسفانه دوستان ما وقتی یه کتاب مینویسن، تازه وقتی هم یه جا باهاش صحبت میکنی میگه آقا من چند تا کتاب نوشتم برو اونجا، و خودش میدونه که من از اون مجلس بیام بیرون، من گلا نمیرم دنبال کتابای اون. یعنی میخوام بهتون بگم که این اشکالی رو که شما گفتید و اون به اصطلاح همون برنامه‌های کریسمس به خاطر مهمونی‌ها، به خاطر مسافرت‌ها، به خاطر مشروب خوردن‌ها ممکنه تصادف میشه، با این کار پیشگیری میکنن. منو برد به آلمان، من سال 1984 آلمان بودم، دیدم اینا چرا قشنگ رانندگی میکنن وسط خط، یعنی میرونن رو خط نمیرونن. و یادم یه سرهنگی بود، سرهنگ اسدی در شیراز، یه دفعه من رانندگی میکردم گوش میدادم، گفت آقا این همون رنگیه که تو اروپا استفاده میکنن، اونجا نمیدونم چند سال دوام میاره ولی توی شیراز 6 ماه هم دوام نمیاره، چون ما رو خطاهی میریم و میایم و اینها. و در همون آلمانی که من به اصطلاح چی میگم تعجب میکردم که اینا چرا قشنگ رانندگی میکنم، شب میدیدم ربع ساعتم آموزش رانندگی میده.
این آموزش رانندگی رو من از همون موقع فکر کردم این دیگه آموزش نیست، این پرورشه. چون ما آموزش رانندگی رو یا پدرمون یا معلم رانندگی داده، اون امتحانش هم افسر راهنمایی از ما گرفته، پس ما آموزش رو دیدیم. این پرورشه که با تکرارش و اصلاحش به اصطلاح اون آموزش رو پرورش میدیم. و این رو همیشه دیدم که از فرهنگ ما به قول آمریکایی یا میسینگ یا گم شده نیست. این رو به نظر شما باید چه کار کنیم؟ حالا تلویزیون هم بذاریم کنار، چجوری میشه این پرورش رو آورد دوباره توی به اصطلاح قسمت فرهنگ ما؟ من فکر میکنم که باید هر دوشو انجام بدیم، یعنی هم آموزش رو باید روش کار کنیم و هم پرورش، و باید از تمام چیزهایی که وجود داره بهره برداری کنیم و استفاده کنیم. شما نگاه کنین که این آقای این جانوری که رئیس جمهور اینجاست از توییتر استفاده میکنه و یه 20 میلیون از طرفدارای خودش روی اون داره. حالا اینی که ایشون یه آدم گمراهیه و نادانه به اون کاری نداره، ولی بهره گیری میکنه از این وسیله. ما میبایستی برای آموزش و پرورش از وسایلی که وجود داره استفاده کنیم دیگه، همینطوری که الان دیگه نیاز نداریم کلاه سواری بکنیم و از سواری کنیم از ماشین استفاده میکنیم، الان وسایل جدید و بهتری هست که بتونیم ازش استفاده کنیم. خب در ضمن شما یه چیزی گفتین به من که من کاملا میپذیرم و قبول دارم، با این بود که من گفتیم که خب حالا ما فرهنگ کتاب خوندن نداریم، نمیتونیم تا آخر هی بگیم فرهنگ کتاب خوندن نداریم که چیکار باید کرد. و اینه که من فکر میکنم که استفاده کردن از اینترنت، از تلویزیون، از فیسبوک، از چیزهای دیگه میتونه آموزنده باشه. و برای همینه که ما طی 8 سال گذشته از طریق اندیشکده مرتب این کارو انجام دادیم. در مورد پرورش یک داستان جالبی هستش که میگن، اولا که میدونید که میگن که پرورش در طفولیت تقلید و تلقین. تقلید قسمتیه که کودک از زمانی که چش داره و گوش داره با دیدن و شنیدن کارهای پدر مادر و خانواده رو مرتب میسپره به ذهنش که انجام بده، یعنی داره یاد میگیره. و بعدم موقعی که میتونه یه چیزی رو بیان کنه مادر بهش تلقین میکنه، و اون تلقین اینه که تکرار مکررات. مثلا میبینیم که مادر فرض کنیم میگه خاله جون اومده، خاله جون اومده، سلام کردی؟ سلام کردی؟ اینا اینقدر تکرار میشه این بچه یاد میگیره که سلام کنه باباشه، مادرشه. و بنابراین در اون پرورش در ابتدا تقلید و تلقینه. و اینجا یک انسانشناس و پژوهشگر معروف آمریکایی به نام مارگریت مید سالها رفتش در قبایل آمریکای جنوبی و روی پرورش با دیدن مادر و کودک ها مطالعه کرد، تجربه کرد. و دو تا از داستاناش به نظر من خیلی، یکیش این بود که میگفتش که یک قبیله ای بود که مادر بچه رو میچسوند به سینه‌اش و مرتب باهاش حرف میزد و براش آواز میخوند، شعر میخوند، و وقتی میخواست کار کنه این بچه رو میبست به سینه‌اش و این کار رو ادامه میداد. یک قبیله دیگری بود که دیدین که وقتی شما دست انگشتتون رو بذارین تو دست بچه، بچه میگیره. بله. از همین استفاده میکرد، انگشتای بچه رو اینطوری میذاشت توی همدیگه، آویزون میکرد به گردنش. بچه خسته میشد، ول میکرد، این باز تکرار میکرد. ول میکرد، تکرار میکرد تا اینکه بچه نگه میداشت. تمام روز آشپزی و تمیز کردن و حتی با قایق بره قبیله بعدی یه چیزی بگیر و برگرده، همینجور بچه به گردنش آویزون. نتیجه این مطالعاتش اینه، میگه من بعد روی بزرگای، یعنی کسانی که
سنشون 20 سال 30 سال 40 سال بود مطالعه کردم، دیدم اون قبیله اولی که همیشه بچه تو بغلش رو میخونه و بهش عشق و محبت میده، اینا اعتماد به نفس زیادی دارن، با دیگران مهربانن و آدمایی هستن که شفقت سرشون میده. اون گروه دوم استقلال شخصی، پایداری و عجیب، کاملا قابل لمس بود. پس بنابراین میبینیم که پرورش واقعا از کجا شروع میشه. و نمیدونم دوست دارین در این مورد چیزی بگین؟ خیلی ممنون، من صحبتی ندارم. شما اگه صحبتی دارید و اینجا دعوت میکنیم از بینندگان و شنوندگان، اگر اونها هم این موضوع براشون جالبه و امروز فکر کردن که یک چیز جدیدی باز شده در مورد این تاپیک یا موضوع میخوان صحبت کنن یا سوالی دارن یا نظری، لطف کنن یا با شما یا با من تماس بگیرن. من ایمیل شما رو هم گذاشتم اینجا و andishkade@outlook.com آدرس وبسایت شما رو هم گذاشتم andishkade.net. ضمناً در برنامه خودم گفتم که وقتی من انتقاد کردم که صفحه سایت شما رو که باز میکنم اون صدا میاد، شما اون به نظر من اشکال رو رفع کردید، از این بابت ممنون و متشکرم. باز در رابطه با این که خب حالا کتاب نمیخونن ما بیام یک کاری کنیم، دیدم که یه ویدیوی جدیدی درست کردید که به اصطلاح دیباچه اندیشکده یا نظرات اندیشکده رو میخوان پروموت کنید یا منتشر کنید یا پخش کنید بین دوستان. من بالای این آدرس وبسایت شما رو گذاشتم، پایینش آدرس ایمیل شما رو گذاشتم و بدون اینکه بخوام بالا رنگ سبز بود، بعد پایین رنگ قرمز شد و گفتم اگه سفید داشتیم این وسط میشد سبز و سفید و قرمز، بعد گفتم خب شایدم الان چون شرایط سفید نیست و خاکستری هست، اون نوشته شما و دوستانمون خاکستری و سیاه بود، که اینو بعد از اینکه با شما خداحافظی کنم نشون میدم. بازم از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. دوستان اجازه بدید بهتون بگم، اونایی که هی شکایت میکنید که چرا بیشتر از برنامه‌های آقای یعنی از آقای لادن استفاده میکنید برای زمانهای طولانی، ایشون باورش اینه که ویدیو اگر کوتاه باشه، مفید و مختصر باشه، کارسازتر از ویدیوهای طولانی قصه حسین کرد شبستری خواهد بود. به همین جهت هست که من بارها بهشون گفتم که شما مختار هستید، هر وقت خواستید شروع کنید، هر وقت خواستید به اصطلاح تموم کنید. و من هم مثل شما دوست دارم ایشون بیشتر باشن، ولی اگر باورشون این هست و من میدونم درسته ویدیوهای کوتاه‌تر بیشتر بیننده داره، من هیچ اصراری به اینکه ویدیوها رو طولانی تر کنن ندارم. بازم ممنون، بفرمایید آقای لاله. سپاسگزارم. فکر کنم که اون چیزای اساسی رو انجام دادیم، ولی میتونم اگر دوست داشته باشین هدف آموزش و پرورش ایران فردا رو از دید اندیشکده برای بینندگانتون بخونم. بفرمایید. باید هدف آموزش پرورش انسانسازی، شهروندسازی و آینده سازی باشه. اینجا منظور از آینده سازی اینه که ما تو قرن تکنولوژی هستیم. راجب آدم سازی، انسان سازی، یعنی ما تشخیص بدیم، یعنی همیهنانمون بدونن که ارزش و اعتبار انسان در راستی و درستی و دوستی و شرافتمندیه. و برای اینکه بتونیم اینو به نتیجه برسونیم، میبایستی معلمین و سرپرستان و آموزگاران و اول در این مورد آموزش بدیم. ما شما هم به این موضوع اشاره‌ای داشتین راجع به اینکه استاد دانشجو خودش نمی‌دونست چجوری درس بده و بس با مثل بچه با دیگران رفتار می‌کنه. راجع به شهروندسازی که همیهنانمون بدونن که ایران خانه ماست، ما صاحبان اصلی ایران هستیم و به صورت اینکه صاحب خانه هستیم باید از خانه‌مون نگهداری کنیم، محافظت کنیم. و بعدش میهن دوستیه، که میهن دوستی یعنی خدمت به میهن، یعنی ارزشمند بودن منافع جمعی و ملی.
و آینده سازی اینی که ما قادریم، میتوانیم و میبایستیم در ایجاد تغییر و تحول و پیشرفت جامعه من نقش داشته باشیم. سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم در برنامه‌های آینده باز هم از اطلاعات و دانش شما استفاده کنیم. خیلی ممنون. درباره این که گفتید ایران خانه ماست، بهتون گفتم که من سال 2005 رفتم ایران و یه روز باد و طوفان زده بود، این سطل‌های زباله و آشغال رو توی کوچه پخش کرده بود. اینجا هم اتفاق میفته، ولی خب مردم تمیز میکنن. و وقتی که به اون دوستم گفتم که بیا بریم اینا رو تمیز کنیم، فکر کنم کلاغا اومده بودن چیزا رو کشیده بودن بیرون و اینها، و گفت که آقا به من چه، ما داریم عوارض میدیم، شهرداری فردا میاد تمیز میکنه. و من اصلا مونده بودم، یعنی یکم میدین بعضی وقتا آدم عادت میکنه به اینجا، اونا رو نمیتونه تجزیه و تحلیل کنه. در صورت بازم ممنونم، شما این چیزایی که میگید یه چیزایی هم من یادم میفته که لازم میدونم بگم. و اون آگهی رو یا اون یک دقیقه رو من فکر میکنم شما و دوستانتون اگه بازم زحمت بکشید به همین صورت اینا رو هی بیشتر و بیشتر کنید و این نوشته ها رو به صورت آدیو و ویدیو در بیارید، یه وقت دوستان متوجه میشن بدونی که کتابی رو خریده باشند و خونده باشند، حاصل و مجموعه یک کتاب رو از طریق چشم و گوششون دیدند و شنیدند و یاد گرفتند. من از شما به نوبه خودم ممنون. سپاسگزارم. روزتون بخیر. خیلی ممنون. روز خوبی براتون آرزو می‌کنم. خب دوستان عزیز، با آقای امیر حسین لادن بودیم. حالا اجازه بدید که من این ویدیویی رو که این دوستان در اندیشکده تهیه کردن براتون نشون بدم. اون کسی هم که صحبت میکنه صدای خوبی داره. ضمناً من ایمیل و آدرس این دوستان رو هم اضافه کردم. در قسمت بالا آدرس وبسایتشون رو میبینید، در قسمت پایین اون به اصطلاح ایمیل اندیشکده، که من به دوستان پیشنهاد میکنم که اولا ایمیل ها رو با عوض کردن به سایت خودشون، اسم سایت خودشون رو بیشتر استفاده کنن. به این صورت بعد همونی که گفتم دیگه، شما ببینید الان همین جیمیل و گوگل و یاهو و اینها، ما هر کدومون داریم شبانه روز تبلیغای مجانی میکنیم برای اینها، اسم و سایت اینها رو برای دوستانمون هی میفرستیم بدونی که اصلا متوجه باشیم. بعد میبینیم مثلا گوگل نمبر وانه، یاهو نمبر تو، و نگاه کنید ببینید کی این کار رو انجام میده، من و شما. بریم با هم اینو ببینیم و برگردیم. بازم از شما ممنونم که با ما بودید، با ما باشید، برنامه ها رو دنبال کنید. باور اندیشکده. امروز خردگرایی و پذیرش ارزش و آبروی انسان حکم می‌کند که همه چیز باید برای زندگی انسان و در خدمت انسان باشد. نوع حکومت، قوانین حاکم بر جامعه، آموزش و پرورش، سیستم اقتصادی، حتی ایدئولوژی و مذهب، همه و همه باید برای آسایش، آرامش و پیشرفت انسان باشد. اندیشکده آگاهی و شناخت بر این باور است که تنها خواست مردم پایه و اساس قانونمندی دولت می باشد و آزادی سخن مهمترین و نخستین وظیفه دولت است.